انجیل متی از کتاب ترجمه تفسیری باب 12 آیات 1 تا 21. کار کردن در روز تعطیل شنبه. در یکی از آن روزها عیسی با شاگردان خود از میان مزرعه‌های گندم می‌گذشت. آن روز شنبه بود و شنبه روز مقدس و تعطیل مذهبی یهودیان بود. شاگردان عیسی که گرسنه بودند شروع کردن به چیدن خوشه‌های گندم و خوردن دانه‌های آن. ولی بعضی از فریسی‌ها وقتی این را دیدند، اعتراض کنان گفتند: شاگردان تو قانون مذهبی ما را می‌شکنند. آنان روز شنبه خوشه می‌چینند. عیسی به ایشان گفت: مگر شما در کتاب آسمانی نخوانده‌اید که وقتی داوود پادشاه و دوستانش گرسنه بودند چه کردند؟ ایشان وارد خانه خدا شدند و نان مقدس را خوردند که فقط کاهنان اجازه داشتند بخورند. کار ایشان نیز قانون شکنی بود. آیا در تورات موسی نخوانده اید که چطور کاهنانی که در خانه خدا هستند اجازه دارند حتی در روز تعطیل شنبه نیز کار کنند؟ اما اینک کسی اینجاست که از خانه خدا هم مهمتر است. خدا در کتاب آسمانی فرموده است: من گوشت قربانی و هدایای شما را نمی‌خواهم. آنچه از شما می‌خواهم این است که رحم و محبت داشته باشید. اگر شما معنی این آیه کتاب آسمانی را می‌دانستید، هیچگان این گونه افراد را بی سبب محکوم نمی‌کردید. چون من، یعنی مسیح، صاحب اختیار روز شنبه نیز می‌باشم. سپس عیسی به عبادتگاه یهود رفت و در آنجا مردی را دید که دستش از کار افتاده بود. فریسی ها از عیسی پرسیدند: آیا شفا دادن در روز شنبه از نظر دینی جایز است؟ البته آنان این سؤال را مطرح کردند به این امید که بهانه‌ای به دست آورند و دستگیرش کنند. ولی عیسی چنین جواب داد: اگر شما فقط یک گوسفند داشته باشید و آن هم روز شنبه در گودالی بیفتد، آیا چون روز شنبه است برای نجاتش کاری انجام نخواهید داد؟ یقینا نجاتش خواهید داد. و ارزش انسان چقدر بیشتر از گوسفندان است. پس در روز شنبه انجام کار نیک رواست. آنگاه به آن مرد گفت: دستت را دراز کن. و وقتی او چنین کرد، آن دستش نیز مانند دست دیگرش سالم شد. از این رو فریسی ها گرد آمدند و توطئه چیدند تا عیسی را بگیرند و بکشند. اما عیسی از نقشه آنان با خبر بود. وقتی از کنیسه بیرون آمد، عده زیادی به دنبال او رفتند. او تمام بیماران ایشان را شفا بخشید. ولی ایشان را قدغن فرمود تا درباره معجزات او با کسی سخن نگویند. و این در واقع پیشگویی اشعیای نبی را به انجام رساند که می فرماید: این است بنده من که او را برگزیدم. او محبوب من است و مایه شادی من. من او را از روح خود پر می سازم تا قومها را داوری کند. نمی جنگد و نه فریاد می کشد و نه صدایش را کسی می شنود. شخص ضعیف را از پای در نمی آورد و امید مردم را هر قدر نیز که کوچک باشد از بین نمی برد. با پیروزی خود به تمام بی‌عدالتی ها خاتمه خواهد داد و مایه امید تمام قوم ها خواهد بود.